گزارش های جدید منتشر شده نشان دهنده افزایش سرکوب دینی و فرهنگی مسلمانان در چین با تعطیل کردن مدارس اسلامی و به آتش کشیدن هزاران نسخه از کتاب آسمانی قرآن است در گزارشی که بیتر وینتر آن را منتشر کرده آمده است از زمانی که شی جین به ریاست جمهوری چین رسید سیاست های سرکوب مذهبی در این کشور آغاز شد و بسیاری از مدارس اسلامی تعطیل شدند این گزارش میگوید که در جولای سال 2019 میلادی مدیر و برخی از معلمان و دانش آموزان یکی از مدارس خصوصی اسلامی در یینچوان در منطقه خودمختار هوینینگشا دستگیر و به خاطر توضیح قرآن در این مدرسه مورد بازجویی قرار گرفتند به گفته یکی از معلمان این مدرسه حدود 100 هزار نسخه قرآن در این مکان به آتش کشیده شده است در این گزارش آمده است که تعطیلی مدارس و به آتش کشیدن قرآن تنها بخشی از کمپینری شکن کردن دین و فرهنگ اسلامی در چین است که در سکوت جامعه بین‌الملل به شدت در حال گسترش است